از داخل چه خبر داری؟ هنوز تمام نشده؟ انتظار جانمان را به لب آورده. بیشتر از ما آنان در انتظارند. اگر آنان هم با خبرند، به هر حال جنازه این خبیث را میبایستی آنان به دارالاماره ببرند. بی پروا سخن میگویی. پروا چرا؟ از که باید به هراسم؟ از که پروا کنم؟ شبی چون این عزیز در عمر خود ندیدم، شبی که جز به سپیده شادمانی متصل نمی شود. اما شاید کار، شاید چه؟ راست میگوید، شاید کار به انجام نرسد. امشب در آسمان کوفه عقابی به پرواز در آمده که هزار بار از صید خود بهتر و کار آزموده تر است. اگر مردی چون من و تو در نانگاه ایستاده بود، تردید جای بسیار داشت. اما مسلم نقیل شیر است، شیر. یک ضربت شمشیرش صد چون عبیدالله را از پای در میآورد. آرامتر. جانب احتیاط را نیز باید نگاه داشت. اگر مردان قبیله از آنچه که اینک در داخل خانه می گذرد آگاهند، نه به خاطر آن است که مطلب به انجام رسیده. بلکه برای مقابله با هر خطری است که پس از آن ممکن است پیش آید. اما من اطمینان دارم که این ما و ستارگان فردا شب برای عبیدالله نوری نخواهند داشت. داستان زندگی پسر زیاد همین لحظه هاست که به آخر میرسد. عبیدالله زیاد امیر کوفه بیخبر از حضور مسلم ابن عقیل برای عیادت از شریک ابن عبدالله به خانه هانی آمده است. شیعیان مخلص، آنان که به گونه ای از نقشه قتل عبیدالله توسط مسلم
آگاهند در التهاب و انتظار به سر میبرند. به راستی در خانه پیر قبیله مراد هانی اینک چه میگذرد؟ آیا سرانجام با کشتن پسر زیاد ریشه فساد از زمین کوفه برکنده خواهد شد؟ آه همراهان و ملازمان امیر کجایند؟ نهی، بیا
علی‌رغم فشارهای حکومت و جستجوی گماشتگان برای یافتن مسلم ابن عقیل، او اینک در خانه هانی به کار گرفتن بیعت دوباره از مردم کوفه سرگرم است. قرار این بود که قوای مردمی دوباره سامان یابد و یاران نهضت مجهز گردند تا زمینه خروج و قیام فراهم آید. از همین رو مسلم ابن عقیل از طریق تعدادی از دوستان وفادار و همراهان نزدیکش با اهل کوفه مرتبط می شد. ایشان در جای جای شهر به صحبت با مردم می نشستند و انگیزه قیام را در وجود آنان تقویت می کردند. پسر اوسجه یکی از این یاران بود. قبول باشد. سلام بر توی پسر اوسجه. و علیکم السلام. سخنی داشتم. خیر باشد، بفرما. اما باشی نیست، هرچه داری بگو. خبریست مانده از شب گذشته پیرامون عیادت عبیدالله. از خبر خیر داری جوان؟ آسود خاطر باش، پروا مکن. امید است که خیر باشد، اما آن چه انتظار می رفت واقع نشد. یعنی؟ آری، پسر زیاد هنوز زنده است. وا ویلا، از این پس چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ کوفه دیگر جای ماندن نیست. دیگر چه کسی میتواند جلو داره این خبیث باشد؟ مسلم ابن عقیل برخلاف آنچه قرار بود از مخفیگاه خود خارج نشد و هرگز به روی عبیدالله شمشیر نکشید. پسر زیاد نیز بدون کمترین آسیبی از خانه هانی به در رفت و هرگز از حضور مسلم ابن عقیل در چند قدمی خیش آگاه نشد. چرا؟ آخر چرا؟ میگویند مسلم ابن عقیل گفته است هنگامی که در اتاق دیگر عزم حمله در دل میپروراندم، به ناگاه فرمایش رسول خدا را به یاد آوردم که مؤمن هیچگاه کسی را ناگهانی و بیخبر به قتل نمی رساند. نخواستم با از میان برداشتن دشمن ایمانم را برباد دهم. حقا که آموخته عمویش امیر المومنین است.
مرحبا بر این همه جوان مردی. مروت حتی با دشمن. مولای من می آیند. خوش آمدی ابو سمامه. عذر تقصیر می خواهم، یارای شکیب نداشتم مولای من. خوش آمدی ابو سمامه. آشفتگی چرا؟ خبر را لحظه پیش از مسلم ابن اوسجه گرفتم. او هم از دیگری شنیده بود. با شتاب آمدم تا به خدمت برسم، بلکه از زبان مولایم تمامی ماجرا را بشنوم. تو مرد کارزاری و میدان نبرد، آشفتگی از یک خبر زیبنده این وجود نیست. دور از انتظار بود و عجیب. آخر چرا؟ اگر نخستین بار بود که از این خاندان شگفتی سر میزد، جای پرسش داشت. اما برآمدن عجایب از اینان تازگی ندارد. مگر او نمیداند که همین فاجر همه جای کوفه را قدم به قدم به دنبال اوست؟ مگر او نمیداند که اگر پسر زیاد او را بیابد، دیگر سری بر بالای تن نخواهد داشت؟ مگر او نمیداند که پسر عمش به امید بیعت گرفتن او از مردم؟ آرام برادر، شتاب مکن. اسبی که تو برام نشسته ای توان تاختن در این وادی را ندارد. من و تو اگر پیش پای خود را میبینیم، اینان به دورها نگاه میکنند. به افقهایی که از دسترس تیر نگاه ما بسیار دور است، به جایی که در محدوده غیب الهی است. تسلیم رأی ایشان شدن و دل به حکم سپردن مردانگی است و دوستی، آن که به اقتضای مصلحت و موافقت با اندیشه همراهی کردن. مولای من صحیح می فرمایند. باز هم عذر تقصیر می خواهم. اینک راهی جز آمادگی برای ما باقی نمانده. باید مسلح شد و به قیام فکر کرد. مسلم ابن عقیل با این کار مقابله رو در رو را برای پیکار برگزید. نمیتوان در میانه راه کنارش را خالی کرد. چه میفرمایید؟ دنبال کردن کارهای سابق جدیتر. تهیه سلاح و آماده نگاه داشتن مردم برای وقت مناسب. از پسر عمش خبری تازه نیامده؟ ما از حسین ابن علی مطلع نیستیم. مسلم ابن عقیل پیش از ورود عبیدالله وی را برای آمدن به کوفه تشویق کرده بود. حسین ابن علی یقیناً مقدمات سفر به کوفه را تدارک می‌بیند.
ای کاش می توانستیم هر چه زودتر او را در میان خود ببینیم. تدبیر امر با خداست. خجلم که شتاب زده فرصت را بر مولایم تنگ گرفتم. شادمان کردی به دیدار خود. هر گونه یاری که از دست برایت برای تدارک سلاح کوتاهی نمی کنیم. مردان قبیله من برای انتقال ابزارها در خدمت تو هستند و خانه من مخفیگاه مطمئن سلاح های تو. از بازگویی حاجت خود پروا مکن. منت دارم مولای من. به مجروح میدان جنگ می ماندم که به نوش داروی سخن تیمارم کردید. دل قوی دار به لطف خدا. سپاسگزارم مولای من. همه این هایی که تو میگویی درست، اما ابزار جنگی از سیم و زر ساخته می شود. سکه درهم و دینار می خواهد. تا طلا و نقره در کار نباشد شمشیر و زره از کوره بیرون نمی آید. کار خیر است. خیر و شرش از آن تو باد. من صنعتگرم و ابزارساز. خیر و شر مربوط به آن است که از ابزار من بهره میبرد. اجر زحمت من برایم خیر است. کاری هم به تو ندارم. هیچ تا کنون از تو پرسیدم که این همه ابزار جنگی به چه کار تو می آید؟ ها؟ من هم تو را به همین خاطر انتخاب کردم. مطمئنم که سر در کار خود فرو میبری و چشم و گوش میبندی. چشم و گوش و زبان. به هر حال وقتی زیاد متوقع باشی و فراوان سیم و زر بخواهی، صنعتگران دیگر هم در شهر هستند. کار بدانان نیز میتوان سپرد. هیچ کس برای تو ابزار جنگ نخواهد ساخت. اینک اوضاع متفاوت شده. نگاه کن کدام صنعتگر کوفه حاضر خواهد شد برای تو شمشیر و سپر بسازد. خدا را شکر که آشنایی و دوستی با تو نصیب من گشته است. آشنایی و دوستی به جای خود، خرید و فروش هم به جای خود. بسیار خوب، برای آن هم فکری خواهم کرد. وقت مناسب برای بردن اینها که ساخته ای خواهم آمد. فعلا می روم سری به انبان سیم و زرم بزنم. بلکه سکه‌ای برای تو بیاورم. اگر چیزی نیافتی باز مگر. خدا نگهدار. در امان خدا.
اما خلیفه یزید ابن معاویه مرا والی شهر شما کرده است و جان و مال شما را به من سپرده. او مرا فرمان داده است داد مظلومان بستارم و به صاحبان آن برگردانم، با مردم نیکی کنم و بر آسیان و ظالمان سخت بگیرم. پس هر کس که فرمان بر باشد با وی مهربانم و هر کرا نافرمانی کند تازیانه و شمشیر من بر او حاکم خواهد بود. من از شما بزرگان قبائل میخواهم سخن مرا به این مرد هاشمی مسلم ابن عقیل برسانید و او را از خشم پسر زیاد برحذر دارید. از وضعیت قبائل خیش نیز مرا بی خبر مگذارید، مبادا برخی تحت سرپرستی شما باشند و قصد خروج بر خلیفه را در سر بپرورانند. هر کس چون این افرادی را در محیط قبائل خیش بشناسد و به من تحویل ندهد خون و مالش بر من حلال خواهد بود. آسیان در قفس شیران گرسنه افکنده خواهند شد، شورشیان زیر سم اسبان خواهند رفت و خطاکاران بر در خانه هاشون بردار خواهند شد. این مرام پسر زیاد است، بدانید و دیگران را نیز مطلع کنید. انگار این عطر بهشت است که به مشام من ناخوش میرسد. بیدارت کردم. این آتش که به جان من افتاده خواب و بیداری از من گرفته. همه وقت یک سر می سوزم، می سوزم. به جرعه این آتش فرو بنشان. آب به لب زندگان می بایست رساند. چه می گویی برادر؟ لحظه پیش روز صفین را به خاطر آورده بودم. غبار بود و خون و اسب و شمشیر. اما افسوس که آسمان چقدر زود سایه از سر ما برداشت. ولی روز صفین برای من و تو هنوز به شام نرسیده.
مسلم هنوز به قیام میاندیشد. حسین ابن علی در راه است. بگذار مرغ پریشان دلم لحظه ای در قفس آرام گیرد و آرزوی پرواز نکند. نزدیکتر بیا هانی. دستت را به من بده. بگذار این لحظات آخر را با حقیقت و پاکی متصل باشم. شریک هانی، تو با این دست چه خواهی کرد؟ سخنت را ناتمام مگذار. با تو چه بگویم هانی؟ تو خود میدانی که فرزند امیر المؤمنین به امید یاری همین دستها راهی بیابانها شده. چون این مخواه که خون او نیست چون خون پدرش بر خاک این شهر بریزد. هانی، به دستهای خود نگاه کن. امروز مسلم ابن عقیل را خداوند به همین دستها سپرده است. او امانتی است نزد تو. مبادا شریک مبادا این دست ها به خیانت آلوده گردد. مبادا شریک مبادا پسر عروه را دام های شیطان گرفتار کند و عهد و پیمانش. شریک جان تو، جان مسلم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان اینجا بیا. سلام نعیم، دیر کردی. خانه ابو عامر بودم، زودتر از این ممکن نشد. ابو عامر؟ روز در دکان ابو عامر، شب هم در خانه ابو عامر. چه میتوانم کرد؟ به طمع دانه در دام صیاد افتادی. تا وقت باقیست فرار کن. از ابو عامر فرار میتوان کرد،
دوستش دارم. دخترک را به هر حال خود دانی با شمشیر چه کردی؟ جای خوبی پنهان کردم. فعلا مراقبت کن تا بعد هنگام استفاده فرارسد. حال چه باید کرد؟ پس ملاقات مسلم ابن عقیل چه شد؟ شتاب. شتاب مکن، من خود هنوز پسر عقیل را ندیدم. شاید مصلحت در آن باشد تا زمانی که مخفی است هیچ یک از ما او را نبینیم. پس نه، فردا صبح تو را به دیدار مردی میبرم تا به واسطه او از اوضاع با خبر باشی و ارتباط خود را با مسلم ابن عقیل حفظ کنی. اما فردا صبح چه شده؟ فردا صبح من باید در دکان باشم. ابو عامر؟ او هنگام زور به دکان می آید. امیدوارم فراموش نکرده باشی که من به دنبال تو نیامدم. خودت خواستی مسلم ابن عقیل را بیابی. اینکم حق انتخاب با توست. میان او و ابو عامر یکی را انتخاب کن. بسیار از شب گذشته، مجال ماندن ندارم. اگر خواستی فردا صبح در خانه به انتظارت هستم. خدا نگهدار. پسر باهلی، شب از نیمه گذشته هنوز بیداری؟ صدای فریاد امیر ریگهای بیابان را هم آشفته کرده. چگونه میتوان به راحتی سر به بالین نهاد؟ شب گرمی است. در انتظار قدمهای نسیم نشسته ایم، بلکه راه بیابد و سر و گوش بنوازد. شب گرم، اما گرمای بدن امیر از آتشی است که جرعه جرعه در کام می‌ریزد. هرچند در کوفه امارت دارم حکومت، اما هیچ کس را غریب تر از من در این دیار نیست. از دوستان بسته به دورم و در مجلس بزمی ننشستم. شوق هم نشینی با اهل دل و کلام شبانه را به خواب سحرگاهی آمیختن در جانم شعله می کشد. افسوس که خلیفه از این همه شوق امیر بی خبر مانده.
والله هرگز پسر زیاد را به حکومت کوفه بر نمی گذید. خلیفه خوب می دانست چه کسی را برای حکومت کوفه برگزیند. چه کسی شایسته تر از عبید الله؟ میبینی مسته، میبینی چگونه مهار این توسن را که کوفه نام داشت به دست گرفتم؟ اینک کوفه در چنگ من است، در چنگ پسر زیاد. اما من در میان انگشتان امیر چیزی جز پیاله ای نمیبینم. ای بی نوا، چشمان تو جز ظاهر را نمی بیند. این پیاله در حقیقت خون کوفیان است که من می نوشم. اگر می دانستم پیاله ها دست امیر را پر خواهند کرد، هرگز برای دادن فرمان حکومت خلیفه از شام راهی بصره نمی شدم. اما وقتی به بصره رسیدی، دیدی این دست ها برای بلعیدن فرمان حکومت کوفه چه اشتهایی داشت؟ دیدم اما هنوز ندیدم که این دست ها آنگونه که باید برای اجرای خواست خلیفه از آستین بیرون آمده باشد. به شیطان میمانی که آدمی را از خود غافل میکند. شیطان غافل کننده در دستان امیر است. اگر توانی هست از خود برانیدش. تا تمام شب را از ما زایل نکرده ای سخنت را بگو. چه میبایست میکردیم که این دست ها در خدمت خاص خلیفه قرار بگیرد؟ مسلم ابن عقیل، مگر خلیفه در فرمان خود نیاورده بود که هر طور میتوانی جستجو کن تا مسلم را بیابی؟ محبوس و دربندش کن یا سرش از بدن بردار. آیا نکردم؟ نه تنها با تهدید مردم و ارعاب بزرگان قبائل، خلیفه نوشته بود چون مهره مسلم را جستجو کن با دست. دستان امیر مأموران او هستند در شهر، این دست ها را قوت باید داد. نشستن به انتظار آنکه مردم کوفه روزی پسر عقیل را به دارالاماره بیاورند توقع محال است. افراد فرمانبر امیر می باید خود به دنبال پسر عقیل باشند. مأموران امیر باید در شهر از مخفیگاه وی پرده بردارند. مأموران امیر بایستی او را پیدا کنند. کافیست. دانستم، خوب دانستم. زنگ کلامت مستی خواب را از سرم بیرون کرد. اکنون می توانی آسوده سر به بالی مگذاری که دیگر صدای فریادهای مرا نخواهی شنید. البته تا هنگامی که پسر عقیل را نیافتید. آنگاه بیابانهای اطراف کوفه از صدای خندهای شادمانه ما پر خواهد شد. آری مسلم، آری.